خبر فرار شاه خیابان‌های تهران را از شادی منفجر کرد. خواست ملت حالا بازگشت امام خمینی به ایران بود. من معتقد باز هستم به ایشون که ایشون نمیاد. من شخصا معتقدم. یا به قول ایشون اگر که وارد ایران بشه وقتی میشه که تقریبا ماها تمام خسته و مرده و افتاده و بیجون باشیم. یعنی یه حالتی باشه که دیگه مملکت واقعا نقطه رسیده باشه و نقطه نباشه که او بایستی بکوبه و بیاد. اون اهل کوبندگی نیست، از دور با حرف میگه، نمیاد مبارزه بکنه با ما یا با یه دستگاه انتظامی یا یه دولت مرکزی. اینه که آمدنش به نظر بنده خیلی چه. در این جلسه بختیار اعترافاتی هم کرد. من اطلاعات صحیحی از زندگیش دارم، خیلی آدم با تقواییست. این اطمینان داشته باشید که فوق العاده با تقواست و الانم در پاریس شب تیم سارم بدونن ایشون با همه اون ده هفتاد نفری که 60-70 نفری در اطرافش هستن روزها هر روز آبگوشته، شبها ماست با کشمش یا انگور. و اصولا آدم مادی و پیه به چیزا هیچ نیست. اینا را آدم خوبه از طرف بدونه که نقاط قدرتش هم اینا هست. مرتازه اصلا مرتازه. یه آدمش که یه حالتی داره که مثلا هیچ وقت بدی کسی، غیبت کسی، این چیزا رو نمی‌کنه. آن روز جلسه درباره آمدن امام خمینی به نتیجه نرسید. فعلا همه نگران فردا بودند. اربعین حسینی، بیست و نهم دی، روز اربعین حسینی، صدها هزار نفر به خیابان‌های تهران آمدند. شعارهای آن روز این بار علیه بختیار. روز بعد 30 دی امام رسما اعلام کرد به ایران خواهد آمد. من از همه ملت ایران تشکر می کنم و در اول فرصت پیش مردم ایران خواهم رفت تا با اونها یا کشته بشم یا حقوق ملت را بگیرم. محاسبات بختیار به هم خورده بود. بالاخره صبح دوشنبه 9 بهمن بختیار اعلام کرد فرودگاه باز شده است. او عقب نشینی کرده بود. با این حال درگیری‌ها در سطح شهر ادامه داشت. آن روز با تیراندازی نیروهای مسلح 150 جنازه به بهشت زهرا منتقل شد. بعد از ظهر چهارشنبه 11 بهمن در اواخر جلسه بعدی شورای امنیت یک تماس تلفنی حساس مذاکرات جلسه شورای امنیت را قطع کرد. و این هیچ کارش نمیشه کرد. اینو واقعا من از کسایی میشنوم که کوچکترین علاقه و سمپاتی به این آدم ندارن. ولی خب قدرتش محدوده دیگه. چهار تا فتوا میده 2 میلیون آدم میکنه تو خیابون. و از اینا درست نمیشنن پس یه میلیون نیمش. اگر که ایشون میگید که ساعت چند ساعت مرسی مرم از کنم که ایشون میگه که متصدی فرانس در اینجا اسمش هم فرانسه گویا اسمش به من میگه که امشب آقای خمینی ساعت 1 بعد از نصف شب میگه تیاره فرانس گرفته. البته هنوز ما کنفیرماسیون نداریم، حالا شاید بباید شاید همینطوری تلفن کرد که ساعت 9 صبح فردا بیاد. نه دیگه گفته هر وقتی پروز یا باشد میاد میدونم. نه بلاخره این تدارکات اینجا را باید چیز کرد. این تدارکات اینجا بعید به نظر من برای همین میرسه، چون به این سرعت اینا هیچ کاری نمیتواند. اطلاعات محرمانه به سرعت درس کرد. روزنامه اطلاعات با فاصله خیلی کم عصر آن روز خبر را منتشر کرد. تیتر روزنامه بسیار درست بود. 9 صبح فردا دیدار با امام در تهران. روز 12 بهمن امام در استقبالی بی سابقه در قرن 20 در برابر دوربین‌های رسانه‌ها به ایران آمد.